مارکت موسیقی پاپ در هر جای جهان به خواننده سرگرمی ساز احتیاج دارد. این محصول اصلاً هنری نیست و قرار است صرفاً پولسازی کند و ایجاد لذت و سرگرمی. سوزان روشن مشخصه‌های بارزی برای این موارد داشت. چهره زیبا، صدای لوس و ترانه‌های زود بازده که بعضی از آنها به علت نوستالژیک بودن ایرانی‌ها ماندگار شدند. اما هرگز معلوم نشد چرا در اوج خداحافظی کرد و باز هم اصلا مشخص نشد چرا 17 سال بعد پس از این همه تغییر نسل و نگرش در موسیقی پاپ در حالی که می توانست با همان خاطراتی که ساخته بود همچنان عزیز باشد بازگشت. سوزان قطعا گوش نبود که همه منتظر دیدار دوبارش باشند. خواننده مصرفی سرگرمی‌ساز باید در یک بازه حداکثر 10 تا 12 ساله حضور داشته باشد. اما فکر می‌کنم مشاوران خانم روشن بیشتر خواهان خاموشی همان چند خاطره در ذهن مخاطبی بودند، نه شروعی موفق و اتفاقی تازه. در این دوره از مارکت پاپ ایران و این سن و سال خانم روشن و انتخاب‌هایی که بعد از بازگشت به جهت ترانه و موسیقی داشته، این بازگشت به صحنه بیشتر شبیه یک خودکشی بود تا احیا شدنی دوباره.